اینها تصاویری از آثار خوشنویسان هراتی است. آثاری که توسط انجمن خوشنویسان هرات در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. آثاری که چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند و مسئولان انجمن خوشنویسان هدف برگزاری آن را معرفی آثار خطی به کشور ترکیه می‌گویند. این اولین نمایشگاه روابط دوستی صمیمانه بین دو کشور به جهت سالمین سال روابط بین ما و اینها. و ما این نمایشگاه به جهت این برگزار کردیم با همکاری در ترکیه که بتونیم بهتر آثار خود به کشور دوست خود نشان بدیم. این آثار که شمارشان به بیش از 40 اثر میرسد، نمونه هایی از خط کوفی، خط نستعلیق، خط شکسته، خط ریحان و خط سرخ مخصوص مکتب هرات است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. خطی که خطاطان زادگاه شمارشان را افغانستان می خوانند. خطوط مختلفه نستعلیق، سرخ، شکسته نستعلیق و انواع خطوط کوفی و نقاشی خط و سیامش داریم ما. از اصدار اینجا به نمایش گذاشتیم و هنر خوشنویسی طبیده که برای همه ما شما معلومه سابقه درخشان و تاریخی در هرات داشته و داره از دوری تیموری ها و طبال سلطان ادامه داره و در ضمن فراز نشیبه در طول تاریخ تهی کرده فران هم ما رجاعت کامل داریم تا اندازه که به صلاح بتانیم برای رشد و گسترش از این هنر کوشش بکنیم و انجمن خوشنویسان هست و اساتیدی هستن به نوبت شاگردای ما اینجا آموزش میدن به انواع خودت. ثبت شدن چندین نوع اثر خطی در سازمان یونسکو به نام افغانستان از خواسته های خوشنویسان هرات است. افزون بر این، آنان از حکومت نیز می‌خواهند تا زمینه برگزاری نمایشگاه مشابه به منظور معرفی آثارشان به بیرون از کشور را برایشان فراهم کند. در کشور آلمان هم تعداد از آثار خوشنویسان هراتی رفته بود، در موزه هنرهای اسلامی برلین به نمایش گذاشته شد. نمایشگاه در تهران بود، در دو نوبت، بار در سال 1385 و بار در سال 1398. در این نمایشگاه که به مناسبت 100 سال روابط دیپلماتیک ترکیه با افغانستان برگزار شده بود، مسئولان دفتر تیکا از فراهم کردن زمینه برگزاری این نمایشگاه مشابه در کشورشان خبر می‌دهند. به زود مندفی شدن کرونا می‌خواهیم که این نمایشگاه را در ترکیه هم ترتیب بکنیم، در بین خطاطان ترکیه و افغانستان. ثبت هنر خطاطی که تاریخ آن در کشور به قرن اول هجری شمسی میرسد از خواسته های خوشنویسان و خطاطان هرات است. دیده شود که این خواسته محقق خواهد شد یا خیر.